أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. همانها که مردم را از راه خدا باز می دارند و راه حق را کج و معوج نشان می دهند به سرای آخرت کافرند. اولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. آنها هیچگاه توانایی فرار در زمین ندارند و جز خدا دوستان و پشتیبانانی نمییابند. عذاب خدا برای آنها مضاعف خواهد بود، چرا که هم گمراه بودند و هم دیگران را به گمراهی کشاندند. آنها هرگز توانایی شنیدن حق را نداشتند و حقایق را نمی دیدند. اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. آنها کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست دادند و تمام معبودهای دروغین از نظرشان گم شدند. لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون. به همین دلیل آنها مسلماً در سرای آخرت از همه زیانکارترند. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و در برابر خداوند خاضع و تسلیم بودند، آنها یاران بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. حال این دو گروه، مؤمنان و منکران، حال نابینا و کر و بینا و شنوا است. آیا این دو همانند یک دیگرند؟ آیا فکر نمی کنید؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. نخستین بار با آنها گفت من برای شما بیم دهنده آشکارم. الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم. دعوت من این است که جز الله خدای واحد و یکتا را نپرستید که بر شما از عذاب روز دردناکی می ترسم. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من بل نظنكم كاذبين. اشراف کافر قومش در پاسخ گفتند ما تو را جز بشری و همچون خود ما نمی بینیم و کسانی را که از تو پیروی کردند جز گروه اراذل ساده لوح نمی یابیم و فضیلتی برای شما نسبت به خود مشاهده نمی کنیم بلکه شما را دروغگو تصور می کنیم. قال يا قوم أرأيتم
رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح گفت اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم و از نزد خود رحمتی به من داده باشد که بر شما مخفی مانده، آیا باز هم رسالت مرا انکار می کنید؟ آیا من می توانم شما را به پذیرش این بینیه مجبور سازم یا این که شما آمادگی ندارید؟ و یا قوم لا اسألكم علیه مالا این اجری الا علی الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون. ای قوم، من در برابر این دعوت اجر و پاداشی از شما نمی طلبم. اجر من تنها بر الله است و من آنها را که ایمان آوردند به خاطر شما از خود طرد نمی کنم، چرا که آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد و در دادگاه قیامت خصم من خواهند بود، ولی شما را قوم جاهلی می‌بینم. و یا قوم من ینصرونی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. ای قوم، چه کسی مرا در برابر مجازات خدا یاری می‌دهد؟ اگر آنها را طرد کنم آیا اندیشه نمی کنید؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. من هرگز به شما نمیگویم خزائن الهی نزد من است و نمیگویم غیب میدانم و نمیگویم که فرشته ام و نیز نمی گویم آنها که در نظر شما خار می آیند خداوند خیری به آنها نخواهد داد. خدا از دل آنها آگاه تر است. من اگر با این حال آنها را برانم، در این صورت از ستمکاران خواهم بود. قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا این من الصادقین. گفتند ای نو، با ما جر و بحث کردی و زیاد سخن گفتی، بس است. اکنون اگر راست میگویی آنچه را به ما وعده میدهی از عذاب الهی بیاور. قال انما یأتیکم به الله ان شاء وما نوح گفت اگر خدا اراده کند خواهد آورد و شما قدرت فرار نخواهید داشت. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. اما چی سود که هرگاه خدا بخواهد شما را به خاطر گناهانتان گمراه سازد و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من فایده به حالتان نخواهد داشت. او پروردگار شماست و به سوی او بازگشت خواهید نمود. ام یقولون افتراه قل این افتریته فعلی اجرامی و انا بری ما تجرمون. مشرکان میگویند او یعنی محمد این سخنان را به دروغ به خدا نسبت داده،
بگو اگر من اینها را از پیش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم، گناهانش بر عهده من است، ولی من از گناهان شما بیزارم. و اوحی الى نوح انه لن یؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. به نوح وحی شد که جز آنهایی که تا کنون ایمان آوردند، دیگر هیچ کس از قوم تو ایمان نخواهد آورد. بنابراین از کارهایی که میکنند غمگین مباش. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. و اکنون در حضور ما و طبق وحی ما کشتی بساز و درباره آنها که ستم کردند شفاعت مکن که آنها غرق شدنی هستند. و یصنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإن او مشغول ساختن کشتی بود و هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او می گذشتند و او را مسخره می کردند. ولی نوح گفت اگر ما را مسخره می کنید، ما نیز شما را همین گونه مسخره خواهیم کرد. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب بزودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوار کننده به سراغش خواهد آمد و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد. حتی اذا جاء امرنا و فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. این وضع همچنان ادامه یافت تا فرمان ما فرا رسید و تنور جوشیدن گرفت. یعنی به نوح گفتیم از هر جفتی از حیوانات یعنی نر و ماده یک زوج در آن کشتی حمل کن. همچنین خاندانت را مگر آنها که قبلاً وعده هلاکت آنان داده شده، یعنی همسر نوح و یکی از فرزندانش و همچنین مؤمنان را، اما جز عده کمی به او ایمان نیاوردند. ولی آنها در آخرت جز آتش سهمی نخواهند داشت و آنچه را در دنیا برای نیل به مقاصد مادی و برای غیر خدا انجام دادن برباد می رود و اعمالشان باطل می شود. صدق الله العظیم. راست گفت خداوند بزرگ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين آمین یا رب العالمین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که باز هم دقایق را با هم در زیر سایه های قرآن کریم سپری میکنیم. خدا را که بتوانیم از این رهنمودهای خجسته و فرخنده و مبارکی الهی بهره‌ای ببریم. درس امروزمان از آیه مبارکه 36 سوره هود آغاز میشه. ما در درس‌های قبلی دیدیم که دیالوگ و گفتمانی در میان حق و باطل که از گفتمان حق سخنگوی گفتمان حق در این برهه از زمان و در این مقطع از تاریخ حضرت نوح علیه السلام بود که با قوم جاهل و بیمایه خود گفتگو و مناقشات و استدلال‌های را در
جهتی پذیرش ارزش های انسانی و در جهتی ایمان آوردن به خدای واحد و لا شریک داشتن. اینچنین این آیه مبارکه ادامه همان داستان نوح علیه السلام با قومش هست. بعد از مناقشات و بحثها و جدالهای طولانیه که میان نوح علیه السلام و بعد از دعوت و فراخوان مبارک بسمدید و طولانی حضرت نوح علیه السلام و اوحی الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. به نوح علیه السلام وحی کرده شد که از قوم تو جز همو افرادی که ایمان آوردن پیش از این دیگر کسی ایمان نمیارد. بنان این دعوتی که تو داری و این فراخوان مبارکی که داری و این برنامه الهی که تو دعوت کننده به سوی او هستی، این برنامه الهی را و این دعوت مبارک و نجات بخشی تو را که سرشار از ارزش های انسانی و سرشار از معنویت و ارج گذاری به مقام انسان هست، این چنین دعوتی را دیگر این قومی که مایه از علم و دانش و آگاهی و معرفت ندارن و سخنشون بر مبنای استدلال و عقلانیت سوار نیست و خلاصه هم در عرصه معرفت و آگاهی و هم در عرصه مباحث عقلانی و هم در دنیای معنویت اینها بیمایه هستن، اینها دیگر ایمانی به این فراخوان و به این دعوت مبارک تو نمیارن. بعد طبیعی است که انبیاء علیه السلام از جمله نوح علیه السلام به عنوان انسان‌های دلسوز و متعهد به ارزش‌های انسانی و به عنوان انسان‌های هدفمند و به عنوان انسان‌هایی که می‌دانند مسیر افراد و ملت‌هایی که به این آیین و به این برنامه ایمان نمی‌آورند هلاکت و نابودی و بدبختی‌ها هست، طبیعی است که دچار یأس و ناامیدی می‌شوند، غمگین میشوند. اینها غم انبیاء علیه السلام و راهروان راستین انبیاء علیه السلام غمخواران بشر هستند. اینها در غم و اندوه بشر هستند. اینها دردی بشریت دارند. اینها در پی ای هستند که بشریت و هم نوعان خدا در سعادت و خوشبختی دنیا و عقبا ببینند. لذا چون به این دعوت اینها لبیک نمیگند و سرانجامی این لبیک نگفتن نوح علیه السلام میداند که اینها همه بر لبه پرتگاه سقوط و نابودی ابدی قرار دارند، به همین لحاظ طبیعی است که یأس و ناامیدی به حضرت نوح علیه السلام و اینچنین به دیگر انبیاء علیه السلام و راهروان راه انبیاء علیه السلام دست می دهد. و قرآن نمی گذارد که این غم و اندوه بر انبیاء علیه السلام و بر راهروان راه او چیره شود و از برنامه اصلیه که او را انبیاء علیه السلام باید تعقیب بکنند و در او مسیر حرکت بکنند، این یأس و این ناامیدی و این حزن باعثی راکت شدن این برنامه شوند. به همین لحاظ قرآن در صدد زدودن این حزن و این اندوه می براید و الله سبحانه و تعالی در خطاب به نوح علیه السلام که قرآن او را حکایت میکنه می فرماید فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، از کارهایی که انجام می دادن که نتیجه جز مصیبت و هلاکت و نابودی و دردسر به ایشان چیزی نیست، از این غمگین مشو، محزون مشو و ناامید مشو. بعد از اینکه چنین دستور چنین آگاهی به سمع حضرت نوح علیه السلام رسانیده میشه، الله سبحانه و تعالی به حضرت نوح علیه السلام دستور میدهد که
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. و اکنون در محضر ما و در تحت حفاظت و رعایت ما، به عیوننا در تحت حفاظت ما، در محضر ما و در پیش چشم ما و وحینا و بر اساس تعالیم وحی ما و بر اساس آموزه های ما کشتی را بساز. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، و در مورد آنانی که ظلم کردن، ستم پیشه هستن، با من سخن مگو. انهم مغرقون، چون همه اینها غرق شدگان هستن. از جمله مفاهیم کلان و متعددی را که ای آیه می رساند و یک نکته ایش که در دنیای امروزی ما بیشتر از هر عصر و زمان دیگری ما به او نیاز داریم، پیمانی ستم زدایی که در این آیه مبارکه نهفته هست. ما میبینیم که نه تنها دعوت مبارک و خجسته و فرخنده پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم دعوت به سوی ارزش های انسانی و ستیز و مبارزه با ستم و ظلم است، بلکه دعوت همه انبیاء علیهم السلام که در اصل یک چیز هست و از یک منبع و آبش خور سرچشمه می گیرند، اینها همه و همه پیمانی ستم زدایی و مبارزه با ظلم داره. این خود نشان می دهد که این دین و این برنامه چقدر در کنار ستم دیدگان و مظلومین قرار می گیرد و از حقوقشان دفاع می کند و به خاطر اونها می رزمه و چگونه با ظالمان و ستمگران می رزمد و اونها را مورد نکوهشی دنیا و عقبا قرار می دهد. حتی در آیه مبارکه ما می بینیم که نوح علیه السلام که یکی از بهترین بندگان خدا هست، بلکه نبی و رسول الهی هست، بنان ما میبینیم که الله سبحانه و تعالی در مورد اینهایی که ظلم کردن، بشریت به نابودی کشندن، حقوق مردم نادیده گرفتن، در جوامع فساد پخش کردن، ستم روا داشتن در حق مردم، با این خطاب الله سبحانه و تعالی با نوح علیه السلام خطاب میکنه که ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، در مورد آنانی که ظلم کردن، ستم کردن، در این مورد با ما سخن نگو که اینها حتما هلاک میشوند و نابود میشوند. یقینا که انجامی همه ستمکاران و ظالمان این چنین هست، نابودی و هلاکت و بربادی و تباهی هم در دنیا و هم در عقبا هست. به لحاظ موقف اسلام در برابر ظلم موقف روشن، واضح و غیر قابل انعطاف پذیر هست. و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. و در حالی که کشتی را نوح علیه السلام می ساخت، هر گاهی که و هر از گاهی که گروهی از قومش از پیش چشمش عبور می کردند، از این کار نوح علیه السلام یا از نوح علیه السلام تمسخر می کردند و نوح علیه السلام هم در پاسخ می گفت ان تسخروا منا، امروز اگر شما به سبب جهالتی که دارین و عدم آگاهی و علمی که از حقیقت و از عواقب امور دارین ما را به تمسخر و استهزا میگیرین، فانا نسخر منکم کما تسخرون، ما هم شما را به تمسخر میگیریم همان گونه که شما را
شما ما را به تمسخر گرفتید. حتما مفاهیم کلانی را یا آیه مبارکه میرسونه که از جمله هم یکی این است که تمسخر و استهزا و حقیر شمردن و ناچیز شمردن دیگران و خود را بزرگتر دیدن از دیگران و به باقی افراد بشر و به باقی نسل بشر به دیده حقارت و استهزا و تمسخر نگرستن از منطق جاهلیت و کفر است. یعنی چنین عمل کردی، استهزا و تمسخر به دیگران، دیگران را اندک شمردن، خیشتن را بزرگتر همه دانستن، چنین منطقی و چنین نگاهی به انسان زایده تفکر جاهلانه و کفری هست. بران چنین تفکری که به انسان ارج نمی گذارد، انسان گرامی نمی دارد و به انسان به نگاه جاهلانه نگاه می کند و به انسان تمسخر و استهزا روا می دارد و از شأن و قدر و عظمت انسان می کاهد، چنین نگاهی نسبت به انسان زاویده تفکری غیر الهی و غیر اسلامی و غیر انسانی هست و چنین تفکری لا انسانی و چنین تفکری لا انسانی از بطن تعالیم و نگاهی جاهلانه ولا دینی به زندگی هست. بنان قرآن کریم بسیار بصراحت میگه که زمانی که نوح علیه السلام چنین چیزی را میگفت، اینا هم هرگاهی که از پیش رویش میگذاشتن این را به تمسخر میگرفتن و چیزی دیگری را، پیام دیگری را که علی‌الاقل از جمله پیام های زیاد را که آید میرسانه، پیام دیگرش به باور ما این هست که انسان ها بسا از مسائل و رویدادها و قضایا را نمیدانند. بنان تنها بظاهر قضیه، تنها به ظاهر قضیه نگاه کردن و بر مبنای این ظاهر قضاوت کردن نگاه جاهلانه هست و این قضاوت تایی تنها به ظاهر قضاوت کردن ها میماند به همین قضاوتی که قومی که نوح علیه السلام که به او ایمان نیاوردن که سرانجامشان ما در برنامه بعدی میبینیم که چی میشود و به کجا میرسن. تا تقدیم برنامه بعدی که باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. الله یار و مددگار همه شما.